الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. معذر شنوندگان و بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت خداوند حکیم به این آیه مبارکه برای ما و شما و همه جهان اسلام راهنمایی کرده، می فرماید که مجالس خصوصی که مردم در او سرگوشی می کنند و با یکدیگر تبادل افکار می کنند، در او خیری وجود نداره، مگر همونطور مجلسی که در او امر به صدقه بشه یا با کارهای معروف و اموری که در شریعت پسندیده صحبت صورت بگیره یا اصلاح مورد نظر باشه که فسادی از میان برداشته شه. ورای این سه موضوع اگر اشخاصی که صحبت‌های مخفیانه دایر میکنن و راجع به موضوعاتی که مطابق به میل و آرزوی آنهاست، در او خیر و برکتی وجود ندارد. علمای تفسیر بعضی ای آیه مبارکه ارتباط به مسئله طعمه بن عبیرق میدن که طعمه وقتی دزدی کرده بود، مسئله دزدی بر او ثابت شد. در شریعت اسلام حکم است که دست سارق باید قطع کرده شه. اقوام از این مجالس ترتیب کردن، نشست های خصوصی دایر کردن و به فکر از این شدن که روح پیدا کنن که امی دزدر کسی دست نبره و به جزا نرسه، در حالی که حکم شریعت این بود که باید دست از او قطع کرده شه. این مجالسی که یک انسان جنایتکار چند نفر بنشینند و راه برای براءت از او پیدا کنند، این مجلسیه که غیر شرعیه، در تحت حکم امی آیه مبارکه داخل میشه که لا خیر فی کثیر من نجواهم. بسا از مجالسی که به همچون مقاصدی که یک گناهکار، یک دزد، یک خیانتکار، یک فسادکار، یک انسان ناسالم بنشینند و راه حل جستجو کنند تا بدکار به جمع نیکوکار نشان بدن، خیانتکار به جمع امانتکار نشان بدن، مجرم به جمع بری و بیگناه ارائه بدارن. و بعضی از علما می فرمایند که ای آیه مبارکه اشاره به من نشست های یهود ها داره که مردم یهود پشت سر با یک دیگر صحبت میکردند که از چی طریق بتوانند حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مورد اذیت قرار بدن و سخن های به او بگویند. حتی وقتی که به مجلس مبارک حاضر می شدند، به عوض از این که به او احترام کرده باشند و تحیت بجا آورده باشند، به عوض السلام علیکم السلام علیک می گفتند، السلام مرگ بر توی پیغمبر. این مجلس ها که فعلا در بین بشر دایر شد و اسرار پنهانی و خصوصی مورد از او بس شد که
همچون مسائل مطرح شه که مثل که یهود پلان علیه اسلام داشتن یا مثل که اقوام طعمه بن عبیرق برای براءت و نجات از او کشش میکردن. اینا مجالسیه که غیر شرعیه، مجلسی که اگر چند نفر بنشینن بگوین فلان منطقه مردم به ضعف اقتصاد مواجهن، مشکل مالی دارن، بیاین با اونا کمک کنین یا افراد رو ببینین که با اونا همکار شن در تامین معیشت و امور زندگی آنها، باید ما سعی و تلاش داشته باشیم. این کار نیکیه، کار خوبیه و امر به صدقه، خود صدقه یک عبادت، امر به صدقه هم عبادت دیگریه که یک انسان دیگری راهنمایی به اعطای صدقه میکنه. من دل علی خیرین فله مثل اجر فاعله، کسی که دیگران را به کار نیکی دعوت کنه برای همون انسان دعوتگر هم مثل ثواب کسی که اعطای صدقه کرده مزد داده میشه. صدقه باعث دفع بلیات و بس آفات میشه. در کتب مواعظ می نویسه که وقتی یک زن به خانه بود، مسکین به دروازه طلب طعام کرد، این زن با وجودی که خود از او به غذا نیاز داشت او غذا را نخورد و برای یک مسافری یا محتاجی که به دروازه صدا کرده بود همون لقمه نان را به او اعطا کرد. زمان همی زن به مزرعه یا به همو محل کشتزار خود به دشت برآمد و اونجا کدام کار یا شغلی داشت، بچی خود را به یک گوشه گذاشت. وقتی که سر شغل خود رفت و بازگشت، دید که گرگ بچی از ایر به دهان گرفته، رو به فرار میره. ای فریاد زد که بار الها، ای اولاد منه که ای گرگ گرفته، تو به فضل خور نجات بده. در همه جریان مشاهده کرد که یک دم شخصی از غیب پیدا شد، رفت امو گلوی گرگر گرفت و کودکر از دهان گرگ نجات داد و بزرگ گفت که این لقمه به عوض همان لقمه، یعنی لقمه که تو برای یک مسکین یا یک حاجتمند و محتاج دادی، حال لقمه گرگر که این لقمه امی کودک تو یک لقمه گرگ بود، پروردگار نجات داد. پس از اینجا هم دانسته میشه که صدقات دفع بلیات رو میکنه. و در احادیث و روایات زیادی داریم که بلیات رو انسان میتوانه به وسیله صدقات دفع و رفع بکنه، بخصوص اعطای صدقات در شرایط موجوده که فقر بیداد میکنه، بیکاری ها روز پس از روز دیگر زیاد میشه، تجارت ها رو به کساد مواجهه، دشمنان دین تلاش میکنن، کوشش میکنن که اقتصاد مردم رو خراب بسازن، تحت نام رونق دادن تجارت و تنظیم کردن امور مسلمین، ولی در حقیقت به خلاف آنچه که ادعا میکنن کوشش میکنن که اقتصاد مردم از هر طریقی که بشه خراب شه تا مردم احتیاجی پیدا کنن، دست نیازمندی به طرف آنها دراز کنن و برنامه های شوم کفری و ناسالم آنها رو بپذیرن، بر مردم مسلمان ضرور و لازم تر از هر وقت که به فقرای خود، به مردم گرسنه، به حاجتمندانی که به اونها غذای بخور و نمیر میسر نمیشه کوشش کنن، یا به شکل زکات که این فریضه دینی است که در 41 مال اغنیا فقرا شرکت دارن، یا به تبرعاتی که بروی حس اسلام دوستی مسلمانی و بشریت با او کمک بکنن که تا رفع مشکل یک انسان مشکل دیده بشه.
پس مجلسی که اگر برای اعطای صدقات، برای تجویز ای که با مردم حاجتمند فلان منطقه یا فلان شخص بیای ما کمک بکنیم، ای تا مجلسی اگر به سری هم برگزار میشه کاملا خیر و نفع و برکت است، او معروف یا با وجود آوردن کار مشروع، کاری که در دین خوب باشه، فساد در محیط میبینن، کار ناسالم میبینن، مسلمان ها با یک دیگر مینشینن صحبت میکنن که از چی طریق بتونن یک کار نیکر، یک کار پسندیده در جامعه ترویج بدن و از کار بد جلوگیری کنن. این امر نیکیه یا اسلام میان مردم. اگر مردم مسلمان میبینن که دو نفر یا دو قریه یا دو قوم یا دو منطقه با یک دیگر به نزاع و کشمکش قرار دارن، اینها مسئولیت خود میدانن، مجلس میکنن که ما از چی طریق بتوانیم بین این دو نفر یا بین این دو قریه یا بین این دو منطقه اصلاح به وجود بیاریم تا نشه که سبب قتل یک بیگناه بشه، نشه که این باعث بغض و کین ریشه داره در بین مردم به وجود بیاید. اصلاح کردن به معنی دفع فساد و از بین بردن کارهای ناسالم، یعنی میر اصلاح میگن، اصلاح ضد افساد، یعنی فساد از بین بردن و او به شکل نیک آراستن، که از او اصلاح را به ظاهر ترجمه میکنن به آشتی دادن دو قوم از طریق شرعی و شکل مشروع. نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالدرداء میفرماید که ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند الا اخبرکم بی افضل من درجت سیام و صدقت و صلاح، آیا ما به شما خبر ندم به عملی، به عبادتی که درجه از او بالاتر از روزه گرفتن و صدقه دادن و نماز خواندن است؟ در حالی که این عبادت ها عبادت های بسیار بلندیه، روزه یک رکن از ارکان دین مبین اسلامه، سبب فیض و برکت و رحمت و راحت الهی میشه، از همه عبادات کرده به خلوصیت و به پاکی خود روزه نزدیکتره. با این هم اصلاح ذات البین نبی کریم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن بالاتر معرفی کردن. صدقه که دفع بلیاته، باعث راحت و نجات مسلمان از بس و امور شاقه میشه، سبب رحمت الهی میشه، وسیله دعا و برکت فیوزات مردم حاجتمند میشه که از طریق از اونا دعای خیر به این میرسه و عذرخواهی و شفاعت خواهی در روز قیامت انتظار برده میشه. باز هم اصلاح ذات البین مبارک صلی الله علیه وسلم از او بالاتر وانمود کردن. نماز که از ارکان بزرگ دین اسلام است، برای فقیر و غنی به همه اشخاص یکسان فرض است، در هر شب و روز 5 مرتبه بنده مؤمن سرنیاز به حضور پروردگار کارساد میگذاره و این نشان و علامه مسلمانی و و نمونه و نشانه دینداری یک انسانه. با این که همه قدر عبادت بزرگیه که این شوینده گناه و معاصی میشه، باعث ستون دین در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم معرفی شده که خانه دین ستونی به کار داره، ستون از او ادای نماز، نماز ستون دینه. با این هم اصلاح ذات البینر نبی کریم صلی الله علیه و سلم از او بالاتر فرمودن، فرمودن الا اخبرکم بی افضل من درجت سیام و صدقت و صلاح، آیا ما شما خبر ندم به عملی که او بزرگتر از درجه روزه گرفتن و صدقه دادن در راه خدا و نماز خواندن؟ قلنا بلا. صحابه میگوید که ما عرض کردیم که ای رسول خدا، او چی طور عملیه که اینقدر ثواب داره که مزد از او از اینها بالاتر از این عبادت های بسیار بزرگ؟ مبارک صلی الله علیه و سلم فرمودن
اصلاح ذات البین، اصلاح کردن او کشمکش و کشیدگی که بین دو مسلمان یا بین دو قام یا بین دو فرد و دو طایفه واقع میشه، اصلاح کردن از او، از این عبادت ها بالاتره. چرا؟ امنیت و آرامش اصلاح ذات البین به وجود میاره، دفع کینه و فساد در اصلاح ذات البین به وجود میاره، چیزهایی که از طریق کشمکش و منازعه به وجود میایه اونها به وسیله اصلاح ذات البین از بین میره. اصلاح ذات البین وسیله تامین کننده خون مسلمان، آبروی مسلمان، حفظ و نگهداشت قلب مسلمان از بغض، از کینه، از حسد، از پلانهای شوم. وقتی که نزاع و کشمکش زیاد میشه حتما در جریان خون ناحق به وجود میایه، آبروی انسانها ریختانده میشه، بغض و کینه به وجود میایه، ناآرامی ها به وجود میایه. پس اصلاحی که به وجود آمد او وسیله تامین امنیت و آرامش بین مسلمین قرار میگیره. و مبارک فرمودن افساد ذات البین هی الحالقه، فساد ایجاد کردن در بین جامعه او تراشنده. بعد فرمودن نمیگویم که این موی سر یا موی وجود در میتراشانه، دین را از میان میبره. افساد چیه؟ پخش کردن زنا، فحشا، بی‌حجابی، سودخوری، دروغگویی، خیانت، فساد اداری. امروز طوری که ما مشاهده میکنیم کسانی به نام کمک و یاری دادن مسلمین فساد ایجاد میکنند، کسانی به نام تامین امنیت ناآرامی به وجود میارند. بر ما مسلمان ها ضرور و لازم است که از جامعه و احوال جامعه خود باخبر باشیم، دشمنان دین را با خود دوست تلقی نکنیم. فکر نکنین که از راستی میگویند، آنها میخواهند که ما گرسنه باشیم، آنها میخواهند که ما همیشه در نزاع باشیم، آنها میخواهند که همیشه جنگ ها و کشیدگی های بین افراد مسلمان قرار داشته باشه تا به اونها مراجعه کنه و آنها در زمینه کلانی و باداری خود نسبت به مسلمین خواسته باشند به وجود بیارن. لحاظا نبی کریم صلی الله علیه و سلم ای آیه مبارکه می فرمایند که واتقوا الله و اصلی و ذات بینکم، ای مسلمان ها شما از خدا بترسین، اون گفتگو و منازعه که در بین شما او رو به صلاح بیارین، فساد را از بین ببرین. به ای آیه مبارکه هم گفته شده که هیچ مجلسی که به طور پنهانی صورت میگیره و خیر برکت در او وجود نداره مگر همونطور مجلسی که در او امر به صدقه دادن به فقرا بشه، پلان کار مشروع طرحشه، اصلاح میان مردم صورت بگیره. و من یفعل ذلک، کسی که این کارها رو انجام بده که یا برای صدقات یا کارهای معروف یا اسلامیان مردم را به وجود بیاره، ابتغاء مرضات الله به جهت طلب رضای خدا، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، زود است که ما برای او انسان عنایت کنیم مزد بسیار بزرگی، مزد بسیار عظیمی را. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، آن کسی که با پیغمبر مخالفت کنه و امروز که پیغمبر در ساحه وجود به حالت جسمانی وجود نداره، ارشادات پیغمبر، احادیث پیغمبر، دینی که توسط پیغمبر به ما مسلمان ها رسیده با او مخالفت کنه، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه راه هدایت به او واضح و روشن شده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، پیروی بکنه رای که غیر مسلمان ها رفتن، از یهود پیروی کنه، از نصارا پیروی کنه، از دیگر کفار پیروی کنه، ای کسی که این کار را بکنه خداوند میگه نوالیه ما تولا، ما او را متوجه میسازیم، راه سپار میگردانیم برای که خود از او انتخاب کرده، به ما را روان میشه و نتیجه این میشه که و نسلیه جهنم، ما او را به دوزخ داخل میکنیم. جزای او انسانی که برخلاف دین
راه دشمنان خدا رو تعقیب میکنه، آرزوی دشمنان خدا رو طلب میکنه، پروردگار او به دوزخ ابدی و به نار سوزنده جهنم مبتلا میسازه. امیدواریم که خداوند پاک جل جلاله برای ما و شما و همه مؤمنین توفیق بده تا همیشه خط اصیل اسلامی، راه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما ارائه کرده، همون را تعقیب کنیم و از اون راه ها و طرقی که مردم هوسباز چوکه طلب و ریاست جو برای رسیدن به آرزوهای خود راه دشمنان اسلام را تعقیب میکنند، خداوند از اون راه ها ما و شما و کافی مؤمنین را به فضل کرم خود نجات بخش. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک.